روس‌ها به افغانستان را آنگونه که پرچمی‌های هوادار کارمل می‌خواهند به درخواست ترکی مبنی بر اعضای مساکن نسبت دهند، در واقع چنان نیست. زیرا بنابر حقایق افشا شده بریژنف شخصاً به تقاضای ترکی پاسخ رد داده بود. بعدها بنابر عوامل خاص و مشوره‌های شاخه پرچم و وعده‌های فریبنده کارمل، بریژنف با اطرافیان نزدیکش عجولانه تصمیم تجاوز به افغانستان را اتخاذ کردند. بریژنف طی صحبتی با خبرنگار تاس گفته بود که ما تصمیم به چنین اقدامی را اتخاذ کردیم و هر گونه مسئولیت را در این زمینه متقبل خواهیم شد. به هر حال، آنچه در این رابطه روشن‌تر از سرتاسری شدن و گستردگی جهاد افغانستان است که با تجاوز شوروی افغانان را در برابر آزمون دیگری قرار می‌دهد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. و ملت برای برآورده ساختن آرمان بزرگ به نبردگاه می رود تا در جهت آزادگی و اعلای کلمت الله امر پروردگار توانای خیش را بجا آورد. این فرو خفافاً و ثقالاً و جاهد بأموالكم و انفسكم فی سبیل الله ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. آره، آنانی که ایمان به اسلام در دلهای مؤمنشان جوش میزد، بیان که هیبت و وحشت دشمن تأثیری بر روانهایشان فرو گذارد، مردانوار به دنبال شهادت برخواستند و ثابت نمودند که ابرقدرتها نمیتوانند در پناه قدرت نظامی خود به سیطره جویی و استعمارگری بپردازند. مجاهدین افغان با ایستادگی در برابر قشون وحشی سرخ نشان دادند که قدرت نظامی میتواند صاحب خود را احساس دروغین شکست ناپذیری ببخشد، اما هیچگاهی نمیتواند حریف قیام های ناشی از ایمان و معنویت گردد. به اساس اسناد نشر شده، گذشته از عملیاتی که در مسیر راه حیرتان کابل در هنگام تجاوز بر ضد روس‌ها صورت گرفته است، نخستین قیام مسلحانه مردمی روز 13 جدی 1358 در ولایت تخار صورت گرفت که منجر به قتل والی و رئیس خاط گردید. بهار سال 1359 قوای مشترک روسی و ساکر رژیم جهت جلوگیری از سقوط چغسرای عملیاتی را در کنر آغاز کردند که بیشتر شکل نمایش قدرت را داشت. قوای روسی در آغاز 3 هدف اصلی را در برابر خود قرار داده بود. 1. کنترل اوضای کابل و اطراف آن جهت جلوگیری از سقوط رژیم کمونیستی دست نشانده. 2. کنترل شاهراهای عمده مواصلاتی. 3. کنترل مناطق استراتژیک مانند پنشیر و پکتیا. آغاز سال 1359 روس‌ها بمباردمان روستاهای مسیر شاهراه کابل کندهار را آغاز نمودند. پیلوتان روسی جهت اجرای این پلان پروازهای متعددی را از میدانهای هوایی کابل و بکرام انجام دادند. هدف اصلی روسها نشان دادن رعب و وحشت بود تا به این مسیر به مردم تلقین شود که گویا روسها قادر هستند در پاسخ حملات مجاهدین هر منطقه‌ای را به خاک یکسان نمایند. در همین سال غزنی نیز هدف حملات هوایی و زمینی روسها قرار گرفت که تلفات زیاد انسانی را از پی داشت. خزان سال 1359 نیروهای مقاومت افغانی مناطق اطراف هرات و بخش اعظم شهر را در کنترل خود درآوردند و تیارات روسی با عبور سرحدات هرات را هدف بمباردمان قرار دادند.
دلو 1359 کندهار هدف حملات شدید روسها قرار گرفت، اما بالاخره شهر در حمل 1360 به دست مجاهدین فتح گردید. تا آنکه در اثر بمباردمان و راکت زنی های پیهم مجاهدین ناگزیر شدن عقب نشینی نمایند. پروان پایگاه خون و آتش. ولایت پروان بنابر داشتن نقاط استراتژیک و از لحاظ موقعیت خود باعث یگانه راه اتصال مرکز با ولایت شمال، از آغاز مورد توجه روسها قرار داشت. میدان هوایی بکرام که برای بقای رژیم کمونیستی اهمیت حیاتی داشت و وسیله فرقه 108 تفنگدار، غند هوابرد و لشکر شسودی روسها اشغال گردید. زمستان 1358 با اثر حمله شبانه مجاهدین علاقداری کوه صافی فتح گردید. یازده دلو 1360 شدیدترین حملات روسها و رژیم مزدور که با قوای محاصروی شهرت یافت در ساحای پروان کاپیسا انجام یافت، که قوای متجاوز در این عملیات از 100 پرواز تیارات جنگی، 300 چین تانک و چند هزار نظامی استفاده برد. بنابر حملات شدید روسها بر مناطق مسکونی، مردم ناگزیر شدند تا به مناطق مسکون پناه ببرند، که هنگام عبور از شوخی و سورانک بیش از 1000 مسلمان در دریا غرق شدند و پروان برای مدت طولانی تحت ضربات زمینی و هوایی قرار گرفت. آغاز سال 1361 روزها جهت کنترل شارای مواصلاتی کابل ترخم عملیات شدید را در مسیر انجام دادند که چندین شبانه روز ادامه یافت. کسانی که قدرت نظامی و امکانات جنگی لشکر سرخ و مجاهدین را به مقایسه می گرفتند، نمی توانستند بپذیرند که مجاهدین قدرت استادگی در برابر سلاح‌های پیشرفته و مخرب روسی را داشته باشند. اما مجاهدین شهادت شعار با تکیه بر مصرف الهی، با سلاح‌های عادی، تفنگ‌های ابتدایی، بمب‌ها و ماین‌هایی که به وسیله خودشان تهیه می‌گردید، از همان آغاز جهاد با پیروزی خون بر شمشیر باور کامل داشتند. خوشین سرخ و مزدورانشان در اکمال و استحکام جبهات خود هیچ مشکلی نداشتند، زیرا تیارات L-74، آنتونوف، هلیکوپترها و ترانسپورت مجهز زمینی را در اختیار داشتند. اما مجاهدین برای اجرای چنین مقصدی ناگزیر بودن از نیروی انسانی و حیوانات باربر استفاده برند. راه های صعب العبور و دشوار در چندین شبانه روز طی می‌گردید تا آنکه جبهه اکمال گردد، که گاهی با اثر بمبارد و انداخت‌های دشمن اجرای چنین امری به قیمت زندگی ده‌ها تن مجاهد نیز تمام می‌گردید. رژیم مزدور برای آنکه بتواند اجیران خود را به جنگ تشویق کند، برگزاری محافل فسق و فساد و کنسرت های دختران را در قشله های عسکری وسیله قرار می داد و به این ترتیب عناصر سست ایمان را به صفوف خود می کشاند. اما